بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین اللهم صل على فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها عدد ما احات بهی علم سلام از مکنه خدمت یکایک یک شما بینندگان و سروران گرامی همراهان خوب و نازنین شبکه هادی با برنامه به وقت بیداری به صورت پخش زنده مهمان لحظات شما سروران گرامی هستیم و بسیار خوشحالیم که باز هم توفیق حاصل شد تا در محضر کارشناس عزیزمان باشیم حجت الاسلام و المسلمین آقای رسولی با موضوع احکام مصرف خودم و به نیابت از شما عزیزان سلام از میکنم خدمت استاد محترم سلام علیکم استاد بسیار خوش آمدید علیکم السلام و رحمت الله موفق و پیروز باشین جانتان جور باشه ان شاء خوب است سلامتی باشه ان شاء الله نظر شما و خدمت بینندگان عزیز السلام علیکم و رحمت الله و برکاته امیدوار هستم که جور و صحتمند باشند و در هر جایی که می باشند و ما را همراهی می کنند از ایشان التماس دعا داریم ما را از دعای خیرتون ان فراموش نمی کنیم در خدمت شما هستیم سلام سلامت ان خوش هستین استاد سلامتی باشین خوشحالیم که باز هم توفیق خاصی شما در شما باشیم ان شاء از مطالب ارزنده ای که بیان میکنه انشالله استفاده بکنیم ما و همه بینندگان عزیزی که به هر حال مهربانی میکنن و به تماس شدن و سوالات رای کردن و ما یک دفعه دیگه از همه عزیزانی که سوالاتشون رایی میکنن تشکر میکنیم اگر احیانا سوالی خوانده نمیشه قطعا کاشناسان عزیز ما حتما به خصوصی بزرگواران پیام رای میکنن و جواب میتن و شما میتنید به نمبر مثبت 964 780. پنج چل 13 و تماس شین و سوالاتتان را رای کنین با من شما برنامه دیگه ایرم خدمت از اعلام میکنم که از بیننده توجه داشته باشین که برنامه به وقت بیداری که هر شب و خدمت شما از هستیم ساعت 8 بجه و باز پخش او که ساعت 10 و 45 دقیقه در طول روز پخش میشه برنامه دیگری هم هست به نام روشنا که میپردازه به مباحث خانواده و تربیت فرزن <applause> که البته کارشناسان محترم و مجریان از خواهران بزرگوار هستند اساتید محترم و شما میتونید این برنامه را به صورت پخش زنده هر روز ساعت یک بجه زور پخش میشه و باز پخش او ساعت ده کم پانزه کم ده شب نو چلو پنج دقه هر شب باز برنامه به غیر از روز جمعه ها صورت میگیره ان که از برنامه روشنا هم بتونه شما عزیزان به خصوص خواهران گرامی استفاده کنند. استاد محترم سوالات تهیه داده شده انشالله در خدمتان هستیم و از محضرتان پرسان میکنیم عزیز بیننده با نمبر مثبت 93 79 4 نمبر آخر 45 52 بزرگوار سوال کردن که شخصی است اولاد نداره ولی فرزن خوانده داره میگه که آیا رای هست که میراث به ظاهرا دوست داره چرا چه رقم هستش فرزن ره؟ پرسان کردن که رای هستش که ارث و میراث به فرزن خوانده هم برسه یا نه بسیار خوب بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم خب بیننده عزیز و سایر بینندگان تشکر میکنیم و از اینکه سوالاتشان با ما در جریان میگذارن کمال تشکر و قدردانی به عمل میاد خدا به عمل جزای خیر عنایت بفرماید همین رقم که شما در جریان هستین جناب حسین بزرگوار میراث انسان به فرزند خوانده یا به دختر خوانده انسان نمیرسه به خاطر ازی که ما طبقات ارث داریم یعنی انسان درست است که نوشته که اولاد ندارم مالی ممکنه پدر داشته باشه ممکنه مادر داشته باشه سهن. یا این شخص اگر مرد است از دنیا میره ممکنه چی داشته باشه زن همراهش باشه یا اگر این شخص زن است و وقتی که از دنیا میره ممکنه چی داشته باشه شوهر داشته, داشته باشه. باشه پس با وجود اولاد با وجود پدر با وجود مادر با وجود به اصطلاح همسر ایج نوبت به فرزند خواندن نمیرسه نصف. حتی اگر انسان اولادم نداشته باشه پدر و مادرم نداشته باشه جدم نداشته باشه جدم نداشته باشه و همسرم هم نداشته باشه که اگر زن باشه مرد شوهر نداشته باشه اگر مرد باشه چی زن نداشته, نداشته باشه. باشه طبقه دوم نوبت طبقه دوم است این طبقه اوله درست. پدر و مادر و اجداد مهم. و فرزند و همینطور هر که میره فایل. اینا یک طبقه است نه همسر کلا با تمام طبقات جمع میشه ما سه طبقه داریم همسر با همه از طبقات چی هست درست طبقه اول فرزند و همه هرچی که برو پایین یعنی نوا نتیجه نبیره اه. و پدر و اجداد انسان مثلا جد اول انسان جد دوم انسان و اینا که نباشه نوبت طبقه دوم است طبقه دوم برادران است طبقه دوم خواهران است و اگر برادر نداشته باشه برادر زاده باشه اگر خواهر نداشته باشه چی خواهر زاده, زاده میشه با وجود از این ها باز ارث به با کسی دیگه نمیرسه طبقه سوم میشم که یعنی انسان برادر نداشته باشه خواهر نداشته باشه برادر زاده نداشته باشه خواهر زاده نداشته باشه تمام از اینا اگر نباشه در دوم باز نوبت طبقه چندم است سوم است طبقه سوم عمو هست کاکا به اصطلاح ماما, ماما, هست ام. خاله است و اینا که باز اگر خود از اینا نباشه فرزندهای از اونا اگر باشه به با اونا چی ارث میرسه بنابراین همین که شما ملاحظه کردین فرزند خوانده چی دختر باشه چی بچه باشه در هیچ کدام از طبقات ارث نیست جای نداره و همین رقم خدمت شما عرض کردیم اگر کسی از طبقه اول نداشته باشه طبقه دوم داشته باشه باز همسر با طبقه دوم جمع میشه یعنی همسر ارث خود میبره مه. باز اگر در طبقه دوم کسی نباشه طبقه سی سوم کسی باشه باز همسر, باز باز همسر طبقی در کنار از اینا هست یعنی همسر وجودش همه جایی هست که اگر باشه سهم همسر مشخص کرده است همسر ارث خودش میبره اما این برادری ما یا خواهر ما برادر زایران خواهر است شاید دوست نداره که ارث مثلا به برادرش برسه گفته که اولاد ندارم دیگه احتمالا پدر و مادرم نداره اما دوست نداره که ارث به کی برسه به فرزه به برادرش برسه یا کسای دیگه ای که داره دوست نداره به او برسه تنها راه جناب حسین بزرگوار است که اولنش که دم زندگی یعنی هنوز زنده است میخواد که به اصطلاح هیچ میراثی به کسای دیگه نرسه کلی برسه به بچه یا دختری که کلان کرده به عنوان فرزند خوانده دمی دنیا کلیگیش را منتقل کنه به همین شخص آه. نمانه یعنی که نمانه. نمانه بس دا بس. دا پس برگ یعنی قباله کنه در نام زی. انتقال بده به نامزی ازی سند بزنه در نام سند خدمت چون محکمه کنه یا هر جای دیگه که هر قانونی داره انتقال بده به یعنی کلا این شخص چی بسازه مالک, مالک بسازه, بسازه. مگر یک مقداری برای خودش نگاه داره که خلاصا به او بتونه چی کنه زندگی کنه این یک راه راه دیگه هم که میتونه وصیت کنه که یک مقدار از مال و ثروتیم، چی منقول باشه چی غیر منقول بله. فرق نمیکنه مثلا موتر باشه خانه باشه پیسه باشه دلار باشه هر چی باشه. باشه فرق نمیکنه منقول یا غیر منقول فرق نداره این رقم میتونه وصیت کنه که یک سوم دارایی من متعلق به این فرزند خواندیم است چه دختر باشه چه پسر باشه هر کسی دیگه ای انسان در یک سوم دارایی خودش میتونه خودش را اندازه کنه سوم ولی به بیشتر از یک سوم اگر وصیت کنه باطله ام. یعنی فقط یک سومش به او شخص انتقال پیدا میکنه بعد از مرگ و اگر به بیشتر از یک سوم وصیت کرده باشه باطله کلیش <متحن> میرسه به ورسه حالی ورسه یا اگر بیشتر از یک سوم نه نه یک انسان در وسیعت کردن برای بعد از مرگ خودش بیش از یک سوم وسیعت کرده نمیتونه <متحن> البته ما گفتیم فعلا چون سوال ما که برای فرزند خوانده گفته <متحن> میتونه برای فرزند خانده رو وسیعت کنه میتونه برای خرج یک مسجد وسیعت کنه میتونه برای شفاخانه یا هر چیزی دیگه ای میتونه انسان در یک سوم از سه قسمت از مال ده یک قسمت میتونه چیکنه؟ کنه کنه راه دیگری در این زمینه وجود نداره چرا چون فرزند خوانده در طبقات ارث وجود نداره نه. وقتی که انسان مرد به تعبیر اتوماتیک خود به خود ارث به کی منتقل میشه به ورثه منتقل میشه که اگر ورثه طبقه اول باشه به با طبقه اول اگر طبقه اول نباشه به طبقه دوم اگر طبقه دوم نباشه به طبقه چی سوم پس سر پسر خوانده و پس دختر خوانده بدون چی میمونه کلا میمونه بسیار عالی البته خوب چقدر جالب بود که در هر طبقه همسر و او هم نفس جای خودش بله بله حتی الان میرم بگم ممکنه کسی سوال خلق و براش که خب این همسر انسان که خانم انسان است اگر باشه چقدر اسم میبره در فرضی که انسان اولاد داشته باشه در فرضی که انسان <coughs> اولاد داشته باشه یک هشتم دارایی انسان به خانم میرسه و در فرضی هم که انسان اولاد نداشته باشه یک چهارم دارای انسان و خانم انسان چی؟ میرسه گفت سرمایه عمر آدمی یک نفس است آن یک نفس است برای یک هم نفس است گر نفسی با نفسی هم نفس است آن یک نفس از برای یک عمر بس است البته بله زندگی رو با هم تقسیم کردن انشالله که همیشه بینندگان عزیز ما خوب و خوش باشن در کنار هم با شادمانی زندگی کنن و بحث میراس هم خب باید همی میراس خب یک بحث مهمی هستش که باید مطالعه بکنه بدانه که چرخ هم باید نشته شده استاد محترم بیننده عزیزمان از کشور تاجیکستان بسیار عزیز همزبان من از تاجیکستان که از برادران اهل سنت هم هستن به نمبر مثبت 992 90 4 نمبر آخر 11 12 ایشان سوالی را در قالب وایس پرسان کردن که اگر اجازه باش من خدمت شما ایدا پخش میکنم سلام علیکم و رحمت الله جناب سید عبدالرحمن الرسولی شما خوب هستین؟ نه هستین؟ برادر جان همین وقتی که یک دختر دوستش میداری وقتی تر دوست میدارد بخوایی که به او زیباش کنی یعنی از پدر مادر که از پدر مادر خودت را کنی نکاح جایز است یا یعنی؟ نه و این که اگر میگوین که وقتی که دختر را که تو تن و تر به ما بخشیدی و تو بگی که من خواستم از این تو قبول کردم خودت بگی به یکم کسی که نکاح نکند اینجای دست ایشان میکنه ایچی میتونم به ما برای برافونه بسیار حالی تشکر میکنم از بزرگوار برحال با لحجه زیبایی که داشتن و ساعت سوال تقریبا مشخص بود بله بله سوال که مشخص هست دوست دارن هم دیگر دو تا جوان بله و بدون خبر کلانترا دیگه میتوی برداشت کردم که بخواین را نگاه کنن آیا جایز یا ما خب این برادر اهل سنت طبق مبنای خودش که حنفی مذهب هم هستن جواب میدیم جناب حسینی صاحب شما در جریان هستین و بینندگان ما ممکن است که در جریان باشن با او است که از نظر اهل سنت مثلا برادران حنفی ما اجازه پدر یا اجازه مادر یا اجازه کسی دیگه شرط نیست یعنی شرط, شرط, نیست نه اجازه شرط نیست و میتونه زن به عقد کسی دیگه ای در بیاید اما یک نکته دیگه شرط است و او یکی در نکاح از نظر برادران حنفی مذهب ما وجود دو شاهد شرطه یعنی پس درست شما میتونی از پدرت پوت کنی یا از مادرش پود کنی یا از پدرش پود کنی ولی ولی اگر میخواید که به اصطلاح حتی البته در همی اواخر یعنی بعد از 50 سال به این طرف حتی برادران اهل سنت دیق قضیه مثل برادران چه آمدن و اجازه پدر را چی میدونن شرط شرط میدونن اون تا در قدیم الیام اجازه پدر شرط نمیدونستان ولی وجود دو تا شاهد را چی میدونن شرط میکنن پس بنابراین اگر چی ممکنه شما پوت کنی از طرف پدر یا از طرف پدر از یا از طرف مادر یا, مادر یا مادر از طرف مادر زو اما دو تا شاهد باید بیاری دو تا شاهد عادل باید باشه و دو تا مرد باید این قضیه را چی بده شهادت بده یعنی در مجلسی که عقد خوانده می شود دو نفر باید چی باشه حضور داشته باشه, باشه. الی دو, دو نفر کی باشه فرق نمیکنه عادل باشه دو نفر شاهد چی عادل باشه یعنی نمیشه مثلا یک اندیوال خودی باشه <تصفح> و اندیوال قمارباز دو و اندیوالی که خدمت شما از کنم که دوز است بیاره مم. انسان در مجلس چی نه دو نفر انسانی که شهادت از اینا در محکمه و در دادگاه مم. چی میشه پذیرفته, پذیرفته میشه دو نفر باید شاهد چی باشن شاهد ای باشه که ای دختر و یعنی بچه با هم دیگر چی کردن عقد کردن عقد پس عمید. لازم نیه که حتما به پدر خود انسان خبر کنه یا به مادر خود ولی دو شاهد اگر میتونه پیدا کنه که البته ای اواخر گفتیم که باز برادر علی ما میگن اذن پدر چیه شرطه چرا به خاطر حفظ کیان خانواده به خاطر ازی که ممکنه برخی از دخترای ما گل بخورن برخی خل دخترای ما چی بخورن بازی بخورن, بخورن. بخورن از این خاطر اجازه پدرم چی میدونن شرط میدونن هم می یواخره چنانچه ما از مولوی سایبا سوال کردیم ده میدم میگن شرط میدونن دو تا عادل هم که, باش دو تا شاهد هم که باشه دو تا که باشه پدرم که اضافه میشه و این جواب سوالش داده شده دیگه پس بنابراین صرف از اینکه من یک دختر رو دوست دارم دختر من دوست دارم و پوتکی اینا بخواین با هم دیگه ازدواج کنن از نظر فقه حنفی جایز نیست و وقتی دو دل شاهد نباشه عقد باطله عقد باطل. ما نمونش برعکس شما در مذهب شیعه هم داریم و که در مذهب شیعه در هنگام طلاق اگر میخواید بس طلاق صورت بگیره دو نفر شاهد عادل باید در جلسه طلاق باشا. باشه, و بشنوه که سیغه طلاق چی میشه جاری, جاری میشه که اگر دو نفر عادل نباشه طلاق کلا چیست باطل, باطل دو نفر فاسق باشه دو نفر گناهکار باشه ام. دو نفر دزد باشه دو نفر آدم قمارباز و شرابی و چرسی باشه خدمت عرض کنیم که این طلاق باطل است مثل میره برادران ما داره در عقد نکاح که میگن دو تا شاهد باید باشه که اگر نباشه طلاق باطله سر اگر پدر به عروس خانم نباشه در جلسه پدر نداشته باشه اینجا چی میشه از نظر فقه حنفی که گفتیم اول اجازه پدر شرط نمیدونن نمی اواخر نمی اجازه پدر چیه شرط میدونن که اگر پدر نباشه طبق مذهب شیعه یعنی اول اختیاردار از نظر مذهب شیعه اگر دختر باکره باشه اگر دختر باکره باشه و بخواد ازدواج کنه برای اولین بار اجازه پدر چیه شرط است شرط. اگر پدر نباشه اجازه جد پدری شرط است جد پدری باید اجازه بده که اگر هیچ کدام از اینا باشه اجازه است خودش است دیگر برادر ولایت نداره ماما ما ولایت نداره کاکا ولایت نداره مادرم ولایت نه نه نداره, ولایت فقط اختصاص به کی داره پدر, پدر و, پدر پدری. و, جد پدری. چی پدری بله قسمت دوم سوالشون جمله ایشان فرمودن که من نفس خود به تو بخشیم بله <applause> یک تعبیری هست در قرآن هم هست جناب حسین صاحب این اختصاص به وجود نازلین پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله علی و سلم داره و او اسم قرآن متن قرآنش هم میخوانیم یک زن میای پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه من نفس خود به تو هبه کردم یعنی نفس خودم به تو بخشیدم بس صرف از اینکه پیامبر بگه من قبول کردم هبه شما را و زن پیغمبر میشه اجه. اما برای ما برای شما برای از بیننده برای هر کسی دیگه به عنوان یک مسلمان این امر جایز نیست فقط اختصاص به وجود نازنین پیامبر داره و ما را به خاطر تیمون و تبرک از روی قرآن هم میخوانیم و این در سوره احزاب است احضاب احزاب سی و سومین سوره قرآن است در آیه پنجا این قضیه ذکر شده آیه طولانی است آیه پنجا اگر کسایم قرآن عثمان تاها دارن ام. ام. قرآن که به اصطلاح فعلا قرآنی است که از نظر کتابت بله مرسوم شده در جهان اسلام صفحه 424 پس سوره احزاب 33 سوره قرآن و آیه 50 میرسه به اینجا و امرأتن از اولش بخونیم بهتر سوال سوالی میگه یا ایها یا ایوه النبی انا احللنا لك ازواجك التي اتيت اجورهن میگه ای پیغمبر ما حلال کردیم برای تو زنای اونچنانه ای را که به اصطلاح صدا قزینا مهری از اینا به اینا چی دادی و ما ملکت یمینوک و او چیزی که از طریق ملک یمین یعنی کنیز باشه مال شما باشه ما رو به شما چی حلال کردیم مما مم افا الله علیک از او چیزایی که با عنوان به اصطلاح انفال حالا این بحثش خیلی مفصله در جنگ اتفاق میفته اسیر گرفته میشه اسیر اگر زن باشه مال پیغمبر است و به ازدواج پیغمبر ازدواج لازم نیست پیغمبر میتونه با او چی کنه ازدواج کنه مما افا الله عليك و بنات عمك و دختران عمویت و دختران عمید و بنات خال و دختران دایی یا دختران ماما و بنات خالات که و دختران خاله اینا کلی برای تو چیه حلاله هم. میتونی اینا رو چیه به ازدواج خودت در بیه التي هاجرن معك اونایی که از دیار کفر به دیار اسلام که مدینه منوره باشه پناهنده شدن و مهاجرت کردن شما میتونی با تک تک از اینا چی کنی ازدواج کنی بحث ما اینجاست و امراه مؤمنه ان وهبت نفسها للنبي و زن مؤمنه که نفس خود و جان خودش را هبه میکنه برای کی نعم. برای وجود نازنین اشرف مخلوقات صلی اللہ علیه الله علیه و آله و سلم پیامبر گرامی اسلام این وهبت نفسها اگر نفس خودش را هبه کرد برای چی پیغمبر البته نمیگه پیغمبر میگه لن نبی منظور همو پیامبر گرامی اسلام این اراد النبی ای ها اگر او به اصطلاح نفس خود به پیامبر هبه کرد و پیامبر خاص با او چی کنه ازدواج کنه این قبول کرد خالصتا لک این فقط و فقط این حکم اختصاص به کی داره به توی پیامبر داره من دون المؤمنین اما به مؤمنین دیگه اختصاص نداره مخصوص وجود ناظرین پیامبر گرامی اسلامه و به کسی دیگه ارتباطی نداره پس این جواب زی برادر ما؟ داده شد پس ای تو نیست که اگر یک دختری مم. بیای نفس خودش برای ماهبه کنه و صرف بگه ما قبول کنم ای ازدواج نیست باید عقد ازدواج خوانده شد و همون ترتیباتی که هست و ترتیبات باید داده شد مم. بسیار بلی. پس این در فقه اهل سنت و تشریع هم فرق نمی کنه نه نه در فقه خاص او خاص قرآن تصریح میکنه اختصاص برای کی داره؟ برای پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه چنانچه جناب حسینی صاحب شما در جران هستیم و بینندگانم هم در جریان است برای ما برای شما برای هر مسلمانی در آن واحد گرفتن چهار زن بیشتر جایز نیست یعنی بیشتر از چهار زن ما گرفته نمیتونه نس. به حال اینکه برای پیامبر گرامی اسلام این رقم نبوده نس. بله بله در بس انگار از واج النبی کتاب های هم کتابت شده بله 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 تعدادش هم بسیار بعضی گفتن 15 نفر بوده بعضی گفتن 11 نفر بوده بعضی گفتن 9 نفر بوده و هر حال یعنی در آن واحد برای پیغمبر بیش از زن هم چی بوده جایز بوده, جایز بوده. و ای از اختصاصیات وجود این نازنین پیامبره و ما ربطی نداره ما چهار زن بیشتر گرفته نمیتونه فعلا که کسی آره، یک دونی تنان داده نمیتونه جدا بسید <applause> بله می یک دونی شخوزه انشاءالله استاد عزیز دلمان به نمبر مثبت 93 79 چهار نمبر آخر 74 سفر از کشور از ما نفانستان به واتساب برنامه به تماس شدن و التماس دعا داشتن ما هم متاقبا از ایشان التماس دعا داریم انشالله که حاجت روا هم دعا کنن هم روا بشه انشالله عزیز دیگری هم از افغانستان به نمبر مثبت 93 78 چهار نمبر آخر 08 58 بزرگوار سه تا سوال پرسان کردن که البته ما بحث نمیان برنامه هم داریم شاید به یک سوالشان این طرف برنامه در قسمت اول انشالله ما بتنیم پاسخ بتیم شان سوال کردن که شخصی یقین دارد که هم دو سوره امام همون اما جایی که نماز جمع کردن هم دو امام صحیح نیست و به یقین رسیده و اشتباه خوانده میشه آیا میشه که به او شخص اقتدا کنه یا نه سوال بسیار خوبی است خدمت تا نرس کنم که شخصی که حمد صحیح است و به امامی که حمد غلط است یعنی حمد رو چی میخونه غلط میخونه جایز نیست اقتدا کنه یعنی نباید اقتدا کنه حتی ما شخصی که خودم حمد غلط است ما خودم حمد درست نیست به امامی هم که حمد درست نیست هم نمیتونم چی کنم اقتدا بنابراین کسی که به عنوان امام هست باید هم نصرش چی باشه درست باشه. باشه. و ما بارها این رساله را خدمت دوستان و بینندگان از عزیز رفی کردیم رساله جامعی حضرت آیت الله العظما سیستانی جلد یکش که در روی سایتش هم وجود داره اگر دوستان ندارن به استان نمیتونه تهیه کنن در روی سایت هم چی وجود داره حضرت آیت الله العظما سیستانی این قضیه را در مسئله نماز جماعت آورده در این رساله ما میشه مسئله 1763 شرط ششم شرط ششم امام جماعت گفته قراعتش صحیح باشد پس صفحه شم میشه صفحه 496 مسئله 1763 گفته قراعت امام جماعت باید صحیح باشد و حمد سوره نماز را به عربی صحیح بخواند به عربی بخونه بنابراین اقتدای معمومی که ما و شما باشیم که قرائتش صحیح است به امامی که قرائتش صحیح نیست, نیست. هر امام در عملش شرعا معذور باشد یعنی نمیتونه امام حمد سروی خودش چی جور کنه مثلا خدمت شما زبانش زبان, زبان انگلیسی است مثلا زبانش انگلیسی به چهارمی همین قدرم هم که بلده. یاد گرفته خانهش آباد دیگه بیشتر از این نمیتونه یعنی این از نظر شرعا معذوره زبانش انگلیسی است یا زبانش فرانسوی یا آلمانی بیشتر از این نمیتونه خدمت شما به حمد صلیش جور کنه او شرعا خودش معذوره چون نمیتونه اما در عین حال ما و شما به چون امامی نمیتونیم چی نمی کنیم اقتدا احزداد. کنیم و جالب است ایست که میگه حتی یه حمد که بمانه سر جایش اگر ذکر رکوع امام غلط میخوانه ذکر سجده را امام غلط میخوانه یا مثلا دیگه از کار غلط میخوانه به هم جایز چی نیست ایره در ادامه از این مسئله میگه صفحه بعدی همچنین اقتدا به امامی که از کار رکو یا سجود یا تشهد یا تسبیحات اربعه و مانند آن را در نماز غلط میخواند و شرعا از تصحیح آن و شرعا معذور از تصحیح آن است اشکالی ندارد اه. یعنی چی اگر معذور اگر باشده. معذور اگر معذور نباشه اشکال داره نمیتونیم حتی در اون قسمت هم به ای امام جماعت چی کنیم اقتدا کنیم من اصلا امام من نشم بزرگوار امام علی پیشوا ببخشید های تکی کلام میگم میگه که مم. هر کی را پیرش گمراه بود اه. کی مریدش را به جنت را بود به هر حال امامی که حمد سر از امام خاطر امام شده یک از ضروریات اول خاطری هم دارم نمیفهمم گفتیم یا نگفتیم برای بینندگان عزیز ما یک جای نماز می بسیار جای جای بسیار چیز بود به اصطلاح مهم مهم جای مهم بود یک امام جماعتی گفت که بسم الله الرحمن الرحیم به سوره را, را خوند گفت انا اعطینا کالکوثر خب ما در رکعه، در نماز اشای بغرب بودیم خب شاید ما منصر. دیگر رقم شدیم، چیز میزی دیگر شدیم، خب باز دقت کردیم در نماز اشا دیدیم نه میخوانه کوثر خب نماز تمام شد ما اومدیم لیست دادیم در قبض امام به حال من ملبس بودم میره قبودم گفتم که میبخشین آجی آقا گفت که چی گفت گفتم ما به گمان خودم کوثر شیدیدم. نه نگفتم شما کوثر میخوانی در حال کوثر است بله ما کوثر می گفتم که این کدام قرائت جدید است چون ممکن است مثلا قرائت دیگه کوثر باشه گفت نه قرائت دیگه نداره من کوثر می خونم و راه خودش کشید رفت جالب است بله او از ولایتش استفاده کرده بسیار تشکر میکنم سامتا باید شما بیانیم به اتفاقی بینندگان عزیز میان برنامه رو ببینیم و انشالله برمیگیریم به سیدیو و ادامه سوالات در مذاره استاد گرامی خواهیم بود همراه ما باشید خدایا و تو پناه می برم از اینکه در آراستن صورتم چنان مشغول شوم که از اصلاح سیرتم باز بمانم خدایا سیرت را تو می بینی و صورت را دیگران شرم دارم از اینکه محبوب دیگران باشم و منفور تو پس خدایا تو خوش صورت و خوش سیرتم کن که اول محبوب تو باشم مرا قلبی ده که سراسر آن را وجودت فرا گرفته باشد چنان خون در رگم جاری باش که مکانی برای ناامیدی نماند خدایا خدای مهربانم دلم را به تو می سپارم تا از عمق جانم به زدایی هرچه حائل است بین من و خودت همه آنچه از منیت و نواقسم در من است را از من بگیر و ببخشای بر من از عشق و الطاف بی پایان خودت چنان همیشه که بخشیدهی مرا رها ساز مرا رها ساز از بند هرچی غیر خوبی و نیکی در وجودم هست و پر کن خالی درونم را با عشق ناب الهی خود که جز این نتوانم نیک بمانم و مهر بیافشانم سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما بینندگان و سروران گرامی با برنامه به وقت بیداری به صورت پخش زنده هر شب ساعت هشت مهمان خانه های شما عزیزان هستیم و باز پخش برنامه هر روز ساعت ده و و پنج دقیقه انجام میگیرد و همچنین دعوت میکنیم از شما بینندگان عزیز که برنامه روشنا که میپردازه به مباحث خانواده و تربیت فرزند خصوصا و کارشناس و مراجعان محترم هم خواهران و اساتید گرامی هستند ان شاءالله که از این برنامه هم استفاده کنین شما بزرگواران که هر روز به از روز جمعه ها هر روز ساعت یک بجه بعد از ظهر پخش میشه به صورت پخش زنده و باز پخشش هم هر شب ساعت 9:45 دقیقه خدمت شما عزیزان میتونه استفاده بکنید استاد محترم سوال دوم عزیزمان که از کشور از من افغانستان تماس گرفته بودن سوال کرده بودن میپردازیم و که گفتن که آیا امام زمان علیه السلام دارای همسر و فرزند می باشه نه خب قطعا سوال سوال معارفی است به هر حال ولی خب چون سوال کردن ما جواب میتیم خدمت ارز کنم که خب ازدواج یک امر پسندیده که خدای تبارک و تعالی در قرآن به او سفارش شده بعد سنت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله وسلم بوچی توصیه شده که معمولا همو روایت هم در اول خطبه های عقد به الله صاحبا میخونه که قال رسول الله صلی الله قال رسول الله صلی الله, صل الله علیه و آله و وسلم النکاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني مجص سن ازدواج سنت و روش منه هر کس از سنت و روش ما رویگردان شود امه. یعنی ازدواج نکنه فلیس منی پس او از من نست. نیست. و چه کسی سزاوارتر از قطب عالم امکان نواده رسول خدا امام زمان به ایست که سنت جد بزرگوار خودش چی کنه؟ عملی کنه امه. پس ما از این نتیجه سخ... از این نتیجه بگیریم که قطعا امام زمان به سنت برای گرامی اسلام و به سنت اجداد خودش از امیر المؤمنین علیه السلام گرفته تا آخر عمل کرده بنابراین ازدواج کرده و خب طبیعی هم هست که اگر انسان ازدواج کنه خب قطعا صاحب اولاد چی؟ میشه پس بنابراین میتونیم بگیم که ما به زمان عجل الله تعالی فرج و شریف ازدواجم کردم حالی که زنش از کجاست؟ ام. چی رقم هست؟ چی هست؟ چی هست؟ این هست هم ربط نداره یعنی من بدونم که به اصطلاع زن امام زمان کیه از کدام طایفه از افغانستان از از ایران و پاکستان و هند کجا ربطی چیه نداره یک مسئله مسئله چیه شخصیه و این هم که امام زمان فرزندش کیه یه به من ربطی نداره یک زمانی من وظیفه دارم که امام بعد از امام خودم بشناسم مثلا امام بعد از امام علی علیه السلام واجبه و کیه من. امام بعد از امام حسن واجبه که بشناسم بعد از امام زین العابدین واجب بشناسم تک تک ائمه میرخم همچنانی که به ما واجب و لازمه که امام بعد از حسن عسکری علیه السلام که وجود ناظرین قطب عالم امکان مهدی فاطمه است ما واجبه چی کنم اما فرزند امام زمان از بابی که امام من نیست از باب ای که سلسله امامت به کی ختم میشه به امام دوازدهم حضرت حجت که فعلا ما در غیبت کبرا به سر میبریم خود امام زمان برای ما شناختش مهمه ای که اعتقاد داشته باشه امام زمان یک روز از پشت پرده غیب میایه بله. یک روز روزی پشت به خانه کعبه میزنه و فریاد برمیاره که اهل مهدی و شرق تا غرب عالم صدای نازنین میشه چیه مشنون. مشنون. اینا برای ما مهم است اما اینکه فرزندش کیه چند تا فرزند داره دختره، پسر است ام. چی میکنه کجا زندگی میکنه با ما ربطی نداره ولی اگر یک وقتی من دانستم که فضل است هر چیزی که انسان بدانه از ندانستن چیه بهتر است اما وظیفه شرعی برای من نیست که من وظیفه شرعی باشه و این طرف را بیفتم اون طرف را بیفتم از این سوال کنم از اون سوال کنم اینا کلی که کنم نداره نه. از این پس میتونه فرزه میتونه ازدواج کرده باشه میتونه دارای چی باشه فرزند باشه اما این که تعداد زن بچه چند کی است به من ربطی نداره علما هم نه پرداختن, نه پرداختن این چون چرا؟, که... چرا چون پرداختن به اینها پرداختن به امور غیبیه مم. امور غیبی که از دسترس ما و امثال ما چیه خارج است مم. بنابراین لزوم به پرداختنش هم نیست و ما وظایف سنگین تر داریم و یک از وظایف سنگین ما در اصل غیبت که ما زمینه را برای ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و چی کنیم آماده کنیم این مسائل کامل یک مسائل حاشیه است حاش، بله, بله. استاد امی روایتی که الان اشاره فرمودید خیلی روایت تکان دهنده ما بله بنندگان عزیزمون اگر یکم چلو بیشتر دقت کنن که <applause> خب من در سلسله سندش شاید جای شکی نباشه دیگه که چون نقل روایت بسیار روایت معروف و مشهور اهل سنت و اهل شیعه روایت روایت کردن بله روی بگردانه از من نیست یعنی از من نیست خب شاید کم خطرناک میشه ولی دیگه, دیگه دو قطعاً میشه و لذا و عزیزانی که به حال مشکلاتی دارن در دا سر سرای ازدواجشون ان شاء که کسانی دیگه خانواده کمک کنن که مشکلات حل شود یا خودشان تجدید نظر کنن که به هر حال خدای نکده شامل این بحثی که فرموده شد نشن استاد سوال سوم بیننده عزیز ما نیست که جواهراتی که زن از او استفاده میکنه آیا این جواهرات زکات به این جواهرات تعلق میگیره خدمتتون عرض کنم که ممکنه این بیننده ما سوالش از اینجا نشد بگیره که یکی از چیزهایی که بهش زکات تعلق میگیره دو چیزی که زکات نو چیز کلا زکات تعلق میگیره که از اون نوع چیز دو چیزش طلا و نقره است و او طلا و نقره ای که زکات بهش تعلق میگیره می, می که شما و بینندگان ما در جریان او طلا و نقره ای که مسکوک سکه و با او چی میشه معامله میشه بنابراین در عصر ما که به اصطلاح هستیم با طلا و نقره معامله نمی نمیشه, بلکه آه. معامله با پول و دلار و افغانی و تومان و ریال و چیزهای دیگه معامله میشه به زکات تعلق میگیره اما به این زیورالات خانم ها زکات تعلق نمیگیره ولی یک نکته دیگه هست و او ایه که به زیورالات خانم ها خمس تعلق میگیره کی زمانی که خانم زیورالات داشته باشه اما یک گوشه مانده باشه و سال ازش تیر شوه استفاده نکنه استفاده نکنه به با این خمس تعلق میگیره یا اگر این یک وقتی نه مثلا خانومی شعنش است که مثلا 50 هزار افغانی چی داشته باشه؟ زیوران داشته باشه، طلا داشته باشه، یا به اصطلاح گردن بند باشه، گوشواره باشه، چوری هر چیزی دیگه 50 هزار مثلا در شعن از خانوم است که 50 هزار طلا چیه؟ داشته باشه یا صد هزار یک لک افغانی مثلا طلا داشته باشه، ای چار لک طلا هم را چار لک طلا داره نم. و او سه لک دیگه چی تعلق میگیره؟ خمس تعلق میگیره. زکات تعلق بسیار رای استاد عزیز بیننده <applause> عزیزمون و نمبر مثبت 93 74 38 23 ایشان سوال کردن که این صابون و شامپو هایی که برای ششتن ازشان استفاده میشه امینا پاک هستن نه و بس قطعا ما فکر سوال از بیننده ما مراد از این شامپو ها و صابون است که از کشورهای خارج وارد میشه چون اگه شامپویی که نوشته کده میدین این ایران میدین پاکستان کشور اسلامی بلد. مثلا میدین این اندونزیا اینا خب اینا قطعا هیچ مشکلی خاصی نداره چرا چرا از کشور چی اسلامی است اسلام هیچ اسلام. مشکلی نداره پاک پاک است و اما فکر میکنم مراد از این برادر یا خواهر ما این باشه که او شامپوها و صابونایی که از کشورهای غیر اسلامی وارد میشه چون شما در جرا هستین که به اصطلاح خمیرمایه اصلی صابون پیه بله اینم چربی که حیوانی مثلا چربی گاو یا گوسفند چربی چیز دیگه ممکنه از این باب ممکن است سوال از این به ذهنش خطور کده باشه خو این که مثلا صابون ماده اولیه از پیه دیگه اون چربی خوی ممکنه چربی خوک باشه ممکنه خو مثلا چربی, چربی, چربی یک حیوانی باشه که ذبح شرعی نشده باشه, نشده باشه. زمینه ما بهتر است که این مسئله را از روی توضیح مسائل حضرت های الله از سیستانی برای محکم کاری اگر کلی چیزهایی چیزایی که ما میگیم کلی چیز رساله است مستند است حالا بعضی از این رساله است برخی از خدمت تماس کنم که از منهاج صالحین است که به زبان عربی سه جلد است و برخی از استفتاءات است که ما همیشه نمیتونیم اینجا بیاریم و ورق بزنیم و یکی یکی اینا رو از رویش بخونیم برخی خیلی که خیلی مقدار احساس میکنیم مهمتر است و ما این مسئله رو از رویش میخوانیم. تا خوب است استاد چون کمی آشناتر بشه بل بل بله ما بارها بل. خدمت بینندگان عزیز عرض کردیم که حضرت آیت الله العظمى سیستانی خب این رساله توزیش توزیع مسائل جامعش بسیار به اصطلاح مفید است و دستبندی های خوبی داره حیفزی که جلد دومش هنوز در بازار نیامده جلد اولش است حضرت آیت الله العظمى سیستانی ایره امی مسئله را در قسمت خدمت شما از نجاسات وقتی آمده انواع نجاسات نام برده گفتن نجاست اول ادرار و مدفوع نجاست دوم منی نجاست چهارم مردار اما قسمت مردار مردار او حیوان است که به غیر دستور شرعی کشته میشه یا میمیره خودش صبح شو در را بسته میکنید گوسفنده و بوزا و گوا کلیگی سر حال هستن صبح میری در واز میکنی میگن چهار تاش افتاده بلی. ما خود اوغانی هم میگیم مردار شد بله مردار شد مردار این نمی یعنی خود به خود مرده یا به دستور شرعی کشته نشده شده. مثلا می سنگ میزنند سرش این میمیره اینا میگن چی مردار پس معظم الله در قسمت کجا در نجاسات جلد اول صفحه 66 مسئله 106 مسئله سرشت چه رقم میفرد انواع مختلف دارو ای که در چین ده، بله. گوش میپردی داروست عطر که عطر صحیح است روغن نباتی این روغن های نباتی ام. که ما استفاده بله. که بله. بوت ما را بود سابون پارچه و مانند اینها که از کشورهای غیر اسلامی می آورند نه کشور اسلامی که هیچ گپی ده ما بله. نداریم خدمت شما گفتیم چنانچه انسان یقین به نجاست آنها نداشته باشد پاک است و ما به هیچ کدام از اینها یقین نداریم چون واکس است صابون است شامپو است و چیزهای دیگه دارو است ما هیچ کدام یقین نداریم که این از شیء چی جرس شده باشد شیء نجس شده باشد پس بنابر این صابو ای این شامپویی که حتی از کشورهای غیر اسلامی وارد میشه پاک است و ما میتونیم از این استفاده کنیم علاوه بر از یک چیز دیگه به خدمت زیبینندی عزیز کن. فرض میگیریم که صابون چی باشه نجس باشه فرض میگیریم که شامپو هم چی باشه نجس باشه خب ما میشوریم اون بدن خود با او چیه میشوریم بعد از بدن ما طور بدن میشوریم که <تصفح> از او شامپو و صابو چیزی نمانه ولی نجس نیست نه پاکست خاطرشان جمع باشه عزیز دل من به نمبر مثبت 98 مثبت 93 میبخشید 77 4 نمبر آخر 67 20 شان سوال کردن که مردی زنش طلاق داده و اختیار فرزندان هم داده به خانومش آیا ولایت این شخص بر فرزندان دختر در زمانی که به سن ازدواج میرسن آیا این ولایت وجود داشته یا از او گرفته شده و سلب شده یا همچون میتونه نظری داشته باشه در زمان ازدواج اینو خدمتتون عرض کنم خب متاسفانه شیوع طلاق یک چیزی است که در جامعه هست و ما نمیتونیم منکرش شویم کل اندام کشورهای اسلامی و مخصوصا کشور ما حالا عوامل متعدد دارن فقر است و نمیفهم زیادتر شده اعتیاد است و چیزهای دیگه است و به حال همین فضای مجازی است و دیگه باید دیگه خب بله یک چیزی مسلمه که فعلا طلاق زیاد شده گاهی اوقات طلاق قمیل رقم کی برادر ما زن برادر است بله برادر ما اشاره کردن طلاق احتمالا طلاق توافقی بوده که از بین از اون طلاق میشه طلاق مبارات یعنی ممکنه خانم مهر خودش بخشیده باشه و ممکنه این شخص او رو چی داده باشه طلاق داده باشه گفته برو خودی دم آزاد یعنی بچه های تم تحویل است تو <applause> این که میگه بچه ها تحویل مادر شوه این بحث هزانت ها جناب آقای سعیدی هزانت <applause> <applause> یعنی نگهداری از طفل هزانت وقتی طفل طلاق مادری طلاق داده بشه و بچه داشته باشه که بچه خورد باشه یعنی دو سال و زیر دو سال تا هفت سال اولویت داره که پیشی کی باشه مادر مادرش باشه یعنی تا هفت سال حضانت و سرپرستی تیفل <تصفح> دست مادر است البته <تصفح> که در دست مادر است بحث خرج و مخارجی که احیانا پیش میاد شاید خرج و مخارج باید همسرش باید کمک کنه یعنی پدر است آه، با خود پدر ولی باید بلی، در خرج مخارج باشه. چون خود زن خود فرزند و خود پدر و مادر واجب النفقه انسانه واجب انسان نفقه زن را چیکار کنه پرداخت حالا خود زن که طلاق داده که هیچ چی ولی اولادها بازم واجب النفقه کیه واجب النفقه پدر است یعنی پدر باید خرج از اونها رو بده ولی نگهداریش با کیست با مادره احسن. البته مادر هم شرایطی داره که مادر به اصطلاح بی عقل مجنون نباشه، مثلا احسن. نام بد نباشه ولی خ... تا هفت ساله بعد از هفت سال دختر از هفت سال تا نو سال پس میای حضانتش به کی؟ و, و پدر. و پسر از هفت سال تا پونزده سال و پس حضانتش میای به کی؟ پدر. دختر بعد از نو سال و پسر بعد از پونزده سال مختار دوست داره میگه. با پدر زندگی کنه دوست داره با مادر زندگی کنه دوست داره با پدر کلان و مادر, مادر کلان, کلان زندگی کنه کسی رو اجبار کرده نمیتونه پس او قضیه هزار نته یعنی وقتی میگه اختیار تو برو تو میدانی و بچه هایت میدانی این بیشتر اون بحث چیه؟ حضانت و فرد خورد است دیگه فردی که خودش جوان شده دیگه بحث نداره سالی داشت از که در قسمت بعدی سوال اشاره بفرمایید اگر در اینجا خب امی طلاقی گرفته میشه خب فهمیدین که اینا با هم توافق, توافق کردن اگر طلاق از طرف خانم صورت گرفته باشه درخواستش و او مرد میگه که خوله. میگه من در صورت طلاق میتونم تو که دیگه هیچ کار در کار بچه ها نداشته باشم و خرجش هم نتم با اینکه که به حال فرمودین که به عهده مرد هست این هم چه شرطی میشه که لحاظ بشه بله بله اون میشه که به اصطلاح بگه من طلاق میگیرم به شرطی که از تو هم نمیگیرم و خرج بچه ها من خودم میتونم خود میتون. بله او به اصطلاح یعنی او یک وظیفه ای بوده به دوش به اصطلاح شوهر که این وظیفه با این شرط از دوش شوهر چی شده رفت شده ولی یک نکته دیگه به همین رفت نمیشه و او ولایت داشتن پدر است نسبت به ازدواج دختر دختر پدر اگر باکره باشه دختر اگر باکره باشه پدر بر او چی داره ولایت, ولایت داره. داره ولو ایر گفته باشه برو تو رو با دخترها و بچه کلی گیر تو رو رها کرده برو دنبال کار خودت به صرف از این کار ولایت پدری از بین نمیره. نمیره یعنی پدر اگر زنده باشه و او دختر بخواد به سن بلوغ رسیده باشه بخواد ازدواج کنه باید حتما اجازه پدر چی کنه تحسین کنه به دست حتی اگر شرط هم شده باشه میگم این از او چیزایی است ولایت از این اموری است که با شرط و مرد نمیره. از بین نمیره. نمیره الا کی از بین میره زمانی که پدر مرد و پوران با امید گنج شد بر تیره تراب گذاشت که باز در این صورت اگر جد پدری زنده باشه باز ولایت به با کی تعلق میگیره به جد پدری اما دیگه ولایت برای مادر و برادر و ماما و خاله و این چیزا ولایت هیچ کدومش در ازدواج فرزند ولایت نداره ولایت اختصاصی به پدر و جد پدری داره بله هرچند من وسط صدای عزیز بزرگوارمون از تا فرمان بسیار دوست میدارم ولی خب فرمودن که وقت کمه خوش. سوالم زیاد است ولی خب یک سوال دیگر هم ما از محضرتون پرسان میکنیم که بزرگوار از کشور آلمان به نمبر مثبت 49 15 21 4 نمبر آخر 41 0 4 از طریق فضای مجازی بیننده برنامه هستند و برنامه را دنبال میکنند و ایشان س... سوال کردن که من اوقات شرعی خودم از طریق نرم افزار به نام تقویم باد سبا ایر دنبال میکنم و بحث اذان و نماز اینا که میشه آیا کار صحیح است یا یعنی زمینه که فرمودن که مقلدین آیت الله سیستانی حفظه الله تعالی هستند تشکر میکنیم خدا وجود زی برادر بزرگوار از بالا حفظ کنه خوب که در اروپا هستند ولی باز به با فکر اوقات شرعی خودشان هستند اوقات شرعی و حسین صاحب سعی بزرگوار خب یک است که انسان خودش میتونه اوقات شرعی خودش چی بده تشخیص بده صبح اوقات شرعی البته در شهرهایی که به اصطلاح بسیار نورانی نیست خب اوقات شرعی کاملا به اصطلاح قابل تشخیص است پرده افق سیاست یک زمان اتفاق میفته که یک سفیدی از این پرده افق میزنه بالا یک چند دقیقه است گم میشه که بهش میگن فجر کازه کازه فجر دروغنی درغکی یک مدت که تیر میشه، چند دقیقه ده دقه کمتری باز هم یک ستون سفیدی میای بالا همون ستون سفیدی که آمد و پخ شد در افق میگن فجر صادق و اول نماز که نماز صبحست. صبح صبح است زورش هم میره از جناب حسینی خورشید که از طرف کجا طلوع میکنه از طرف شرق طلوع میکنه سایش به کدام طرف میافته؟ به طرف غرب هر چی که خورشید بالاتر میشه بالاتر باشه و بالاتر میشه این سایه چی میشه yes. کمتر میشه سایه که کمتر شد کمتر شد یک زمانی با سایه به کمترین مقدار خودش میرسه بعد از اینکه باز افزایش پیدا کرد سایه به طرف شرق شد کمتر از یک دفعه زمان داخل. با طرف شرق شد این خدمت تناس کنم که اول زواله و وقت نماز ظهر و بعدش هم نماز در عصر عزیز من باید در روز بره خوشش حالا <applause> نه اینو طبیعیش میگم و وقت نماز مغرب هم یکی حمله ای که به طرف مشرق یعنی سرخی که به طرف مم. مشرق ایجاد میشه بعد از اینکه خورشید به طرف غرب میشینه طرف شرق سرخ میشه او سرخی از بالای سر انسان که تیر شد اول نماز مغربه بله و تقویم باد سوا هم می شود میشه, میشه اعتماد کرد, کرد. بسیار از کشورهای اسلامی دخان ازانشان بر مبنای تقویم باد سوا هستند بسیار کشور انتخاب میکنن در جایی که بله کشور انتخاب آه. میکنن و بس ماه رمضان هم بله بله بله, بله. تشکر میکنم استاد محترم سلامت باشین البته که انشالله باز توفیق باشه تا در تایم دیگه انشالله سوالات دیگر رو پرسان کنیم و همچنین از همه شما ازانی که تا این لحظه بیننده برنامه خودتان بودید تشکر میکنیم و انشالله برنامه را روزهای سشنبه در خدمت شما هستیم با موضوع احکام برنامه به وقت بیداری بیا و یوسف زهرا دعا کنیم بیاید به هر لسان و تمنا دعا کنیم بیاید اگر دعا نکنی تو اگر دعا نکنم من کشد غمش به درازا دعا کنیم بیاید خودش نموده سفارش دعا کنید برایم فدای غربت مولا دعا کنیم بیاید اللهم عجل ولی کل تا دیدار بعدی همه شما از آن را به خدای مهربان می سپاریم خدایا را نگه <applause>